برای شادی روح مرحومه دعا کنیم. برای آخرین بار مرحومه رو حلال کنید. خدا ازتون راضی باشه. ایلول، میخوای کنارت بمونم؟ نیازی نیست، خودم حلش میکنم. باشه، من تو ماشینم. غم آخرتون باشه. تو باعث شدی دخترم بمیره. از این به بعد بزرگترین دشمنت منم، ایلول اردم. همین از دیکاتو از دست میدی و اینطوری تقاصه کارتو پس میدی. سمت اشتباهی نگاه میکنی. اون پسر کسیه که گزارش پزشکی مادر بزرگت عوض کرده. از الان تقاضا دادنت شروع شد. فقط بهار نبود که روش خاک ریختن. امروز برای من تولد دوباره بود. دیگه هیچی مثل قبل نمیشه. غم آخرمون باشه. شما بیا، من میرسونمت. غم آخرمون باشه. بابا، تو عمو سلیمان با هم حرفتون شده؟ نه، چیزی نیست. تو همچین روزی اصلا حرف نزدین، حتی به هم سلام هم ندادین. موضوع همینه پسرم، خیلی چیزا دیگه باید تموم شه. شراکت و دوستی هم تو همین جا بوده. خب منظورتون چیه بابا؟ بعد از این دیگه همه چی عوض میشه. بابا، میشه درست حسابی تعریف کنی بگی چی شده؟ وقتش نیست، تو الان پیش ایلول باش، تنهاش نذار. این سوالای من چه ربطی به ایلول داره؟ اتفاقی که به زودی قراره بیفته همه رو تحت تاثیر قرار میده، شاید بیشتر از همه اونو.
دوبله شده در استدیو جم. صبح بخیر دخترم، خسته نباشی. صبح بخیر عمو جون، ببخشید، روز خوبی داشته باشی. تو هم همینطور. زود خشک میشه، هوا خیلی گرمه. İçinde yarattığın boşluktan at kendini. جراحی اونطور که باید خوب پیش میرفت نرفت. یعنی چی خوب پیش نرفت؟ کارای تشییع جنازه رو باید انجام بدین. میدونم از بیمارستان پول گرفتی، بی خیال این قضیه نمیشم. اون آدم مادر خودش رو فروخته. باشه، حق با تو، اما این عصبانیت بیشتر از همه داره به تو لطمه میزنه. برا مهم نیست. یادت هی از هم میپرسیدی منو دوست داری یا نه؟ آره عاشقت. شاید بیشتر از هر چیزی و هر کسی تو دنیا دوستت دارم، حتی از خودم. اما اگه تو هم همچین کاری با من بکنی نمیبخشمت. اون پسر کسی که گزارش پزشکی مادر بزرگتو عوض کرده حقیقت نداره، دروغ میگه، میخواد منو ناراحت کنه. خدا بگم چی کارت کنه؟ اون منم که مشکل دارم، تو مشکلت چی آخه؟ نه اینم از ایشون، همینو کم داشتیم که رئیسمون دعوامون کنه. بله اسماعیل خان بفرما. داداش هواپیما نیست که، به خدا با آخرین سرعت دارم میام. باشه بابا، دستمزدم رو کم کن. خیلی ممنونی. برای چی؟ برای اینکه ما رو بردی خرید. هنوز خیلی چیزا باید براتون بخرم. ببینم چی خریدی. آی تو رو خدا ببین چقدر بامزه. خیلی بامزه است. یعنی دخترمون اینو میپوشه؟ آره خیلی هم بهش میاد. اوف چی شد عشقم؟ نمیدونم این دو هفته چطوری میخواد بگذره. تو اصلا فکرشو نکن. باشه داداش، گفتم که دستمزدم رو کم کن. اینقدر دیگه اعصابم رو خورد نکن. میدونم شب یه بار دیگه داری، اما هی میگی زود بیا زود باش. چیکار کنم؟ پرواز کنم؟ اه؟ آی پرنسس، دخترم با مادرت چیکار کردی؟ ببین بابات برامون چه خریده. دخترم میخواد با من بازی کنه؟ آره، دوتاتون میخوابین منم نگاتون میکنم. بعضی وقتا هم شما میخوابین و من نگاتون میکنم. باشه. زنگ بزن تا شب هم زنگ بزن. مرد نیستم اگه بخوام جواب تو یکی رو هم بدم. زنگ بزن. چیزه اونو یه بار دیگه نشونم بده. باشه. دیدی؟ ببین؟ کامیون! کمال! اوی! کمال!
امروز کار نمی کنیم. من مشتری نیستم. با آقا وداد کار دارم. اون امروز اینجا نیست. خب یکم دیگه پیداش میشه. من اجازه دادم بشینی؟ مگه خونه خالتیه؟ ببین امروز وقتش نیست خب؟ ها پس چه روزی وقتشه؟ چی داری میگی تو؟ دست از سرم برداری بابا؟ برو به کارت برس دختر جون برو. دقیقا همونطوری هستی که ازت تعریف میکردن ایلول خانم. ایلول؟ تو من از کجا میشناسی؟ از تلویزیون. بیمارستان شما خیلی معروفه. بیچاره اون دختره. اونجور که شنیدم قاتلش اومده بود پیش یه دکتر، درسته؟ اما دکتره پسش زده. میبینی؟ خطای یه نفر چه درد سرایی درست میکنه؟ اگه من بودم دکتریو میذاشتم کنار. چی شد؟ چرا پا شدی؟ حرف بدی زدم؟ ایلول! غم آخرت باشه. زندگی یانه. امروز هستی، فردا نه. من دکتر بهار خیلی دوست داشتم، خیلی آدم خوبی بود. خیلی ناراحتم. خیلی دوست داشت قرابی سیبا، از اونه که پودر شکر زیاد داشت، از اونایی که میخوری پودراش میریزه، وقتی هم میخوای تمیزش کنی بیشتر میریزه، اما اون اصلا نمیریخت. اسمو بس کن. خیلی پشیمونم، خیلی. کاش دستم میشکست و هیچ وقت موهاشو نمیکشیدم. ساکت شو اسما. کاش اصلا دعوا نمیکردی. کاش هیچ وقت اون حرفا رو بهش نمیزدم. اسما هیچ چی نگو، بس کن دیگه ساکت. باشه باشه، آروم باش فاتح، آروم باش. دکتر من باید پیاده شم. رسیدیم دیگه، دو دقیقه صبر کن بابا. نه دکتر نمیتونم نفس بکشم، باید پیاده شم. کجا میخوای بری؟ میگم رسیدیم دیگه، باید پیاده شم هوا بخورم. وایسین لطفا. خیلی خوب باشه، صبر کن دیگه. ممنون فاتح. جواب نمیده. شاید خواسته تنها باشه، روز سختی رو گذرونده. دخترای جوون، چطوری نتونستیم مانشیم؟ چطور؟
نگران نباش بابا، دیگه کسی رو از دست نمیدیم. از این به بعد بیشتر دقت میکنم. اینو بده ببینم. بده. شما به چه دردی میخوری ها؟ من برای چی به شما ها حقوق میدم؟ ببخشید قربان، بعد از این بیشتر دقت میکنم. خفه شو. این به چه دردی میخوره ها؟ برای درد و دل کردنه؟ دیگه این مسخره بازی تمومه. هر کی کارشو انجام نده اخراج میشه. حتی بعد از اخراجم کاری میکنم جای دیگه نتونه کار پیدا کنه. شنیدین یا نه؟ همتون باید حواستون رو جمع کنین. سلیمان باشه، آروم باش، دخالت نکن. عمو سلیمان بهتره برین خونه استراحت کنین، من به همه چی رسیدگی میکنم. شما هم همینو میخواین مگه نه؟ منظورتون چیه؟ ما بکشیم کنار تا میدون برای شماها خالی بشه. سلیمان واقعا که زشته، تو بلد نیستی مثل یه آدم با شخصیت عزاداری کنی؟ ببین داغداری، درکت میکنه. نمیتونی درک کنی. تو نمیتونی بفهمی یکی از گوشت و خون خودتو از دست دادن یعنی چی؟ برای همینم منو نصیحت نکن. در ضمن دوستیمون تمومه زیانور دنیزوغلو، فقط دوتا شریکیم، اونم فعلا. دیگه این بیمارستان یه رئیس داره، از این به بعد همینطوره. دوستان برین به کارتون برسین. خسته نباشین. بریم. نمیتونین برین، همینجا وایسین. میخوام یه نگاهی بندازم. خانم محترم چی رو میخواین نگاه کنین؟ تصادف کردن دیگه. من دکترم، میخوام کمک کنم. بذار برم. ببخشید، بفرمایید. ای خدا. خسته نباشین. ممنون. من دکتر ایلولم، چی شده؟ دو تا ماشین خوردن به هم، یه قسمت از کامیون افتاده رو ماشین. خانم رو آوردیم بیرون، اما مرد هنوز تو ماشینه. زنده است؟ داریم سعی میکنیم نجاتش بدیم. بچه ها برین کنار، این خانم دکتر هستن. بفرمایید دکتر. اسمتون چیه؟ جمال. میشه لطفاً اینو برام نگه دارین؟ البته. نگران نباشه، نجاتتون میدم. ممنونم. دکتر همونطور که میبینین اقدامات اولیه رو انجام دادیم. فکر کنم کار دیگه ای نمیشه کرد. جواب بده دیگه دکتر. تلفنتون. میشه جواب بدین؟ بگین دستم بند لطفا. ها، بالاخره جواب دادی ایلول. کجایی تو؟ چیزه، ببخشید خانم دکتر فعلا نمیتونن حرف بزنن. میشه لطفا بعدا تماس بگیرین؟ ببخشید شما کی هستین؟ ایلول کجاست؟ تو جاده تصادف شد. چی؟ ایلول خوبه؟ اشتباه متوجه شدین. خانم دکتر حالشون خوبه، فقط دارن کمکمون میکنن. باید قطع کنم، وضعیت اورژانسیه. لطفاً درک کنید. الان شما کجایین؟ فهمیدم. موسیقی
غم آخرمون باشه دکتر. ممنونم. مریضتون منتظرتونه. بهشون رسیدگی میکنم. دوبله شده در استدیو جم. مرتی که تو باز برای چی اومدی اینجا؟ منم خیلی مشتاق دیدار شما نیستم آقای دکتر، اما بازم ما نداریم. تموم شد. دیشب ما بی حساب شدیم. الانم دیگه راه تو بکش و برو. دکتر یه لحظه وایسا قربون اون کمالاتت بشم. این چشه؟ این پسر کیه؟ اینم بلای جدیدیه که صمد سرمون آورده. بسه، این کار عاقبت نداره. این بچه رو هم بردار و گفت کی ببرمش. برای ایلول دردسر درست کنم. بازم برگردیم سر خط. نمیفهمی؟ برای صمد، ایلول و سلیم هیچ فرقی نمیکنه. خیلی خوب، اما این مرتی که دست بردار نیست، میگم این بچه رو بردار از اینجا برو. میکشنش دکتر. منو نه، اونو میکشن. چند تا تنظیف به هم بدی. بفرمایید دکتر. میشه به این نور نگاه کنی؟ سینم، زنم خوبه؟ ازش خبری ندارین؟ اونم خوب میشه، نگران نباش. سر بچم بلایی نیاد. حال خودم اصلا مهم نیست. دخترم چیزیش نشه. باشه دکتر، قول میدی؟ چی گفتم؟ گفتم آروم باشین، بیشتر از این حرف نزنین. باشه؟ میشه استتوسکوپ بدی؟ ببین چی میگم. روبرو شدن ما آروم باشه، تصادفی نبود. باشه. به زور صدای نفسش رو میشنوم. شوشاش ورم کرده، احتمالاً توش خون جمع شده. میخوام قسمت بالایش رو کنترل کنم. میشه یه قیچی بدی؟ بفرمی. سرنوشت خانم دکتر، شنیدی چی گفتم؟ تو اومدی اینجا تا جون منو نجات بدی. بازم تنظیف بدین. نباید بذاری قبل اینکه بچه‌م رو ببینم بمیرم. تو دکتری؟ آره. نمیذاری من بمیرم اگه نه؟ نگران نباش، نمیذارم. این میله خیلی کارمونو سخت میکنه. وضعیتم بده؟ آره بده، اما بدتر از اینم دیدم. قوی باش. خب وایسین. من دکترم. قوی باش. خب دکترم. ایلول تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم کمک کنم. نیست نیست، من خودم هستم. اما باهات موافق نیستم. گفتم خودم هستم، نشنیدی؟ باشه باشه، خودت هستی، حلش میکنی، اما آروم باش لطفا. من آرومم. اگه هر دفعه که نیستم مثل بچه ها نیای دنبالم، آرومترم میشم. باشه. راه تنفسش بازه؟ بازه، اما تو ماشین خیلی تحت فشاره. میشه اجازه بدی یه نگاهی به مصدوم بندازم؟ سلام، من علی آصف هستم، دکترم، کمکتون میکنم. یه دکتر دیگه؟ آره؟ حالا دوتا دکتر شدین. کم کم دارم میترسم. امیدی هست؟ دکتر ایلول چی گفته؟ گفته نجاتت میدم. خوبه، پس کاری که گفته رو میکنه، چون چند بار دیدم این کارو کرده. اگه بگه نجات میدم یعنی میده.
آلپ کجا مون؟ گفت میرم دستشویی، 2 ساعت بر نگشته. نکنه افتاده قش کرده. خیلی ناراحت بود. آلپ حالت خوبه؟ تو چی کار کردی؟ زندگی خیلی کوتاهه، نباید وقت رو تلف کرد. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام دیگه کارمو به تعویق بندازم. اون لحظه هر احساسی که داشته باشم، هر کاری که بخوام انجام بدم و انجام میدم. دیدی چی شد؟ اون گلوله ممکن بود به من بخوره. برای همین من تصمیم گرفتم خوب زندگی کنم. چطوری این کار کردی؟ هر وقت بخوام میتونم عوضش کنم، اما نمیکنم. چون از این به بعد هر کاری که دوست داشته باشم انجام میدم. مثلا اینم خواستم. مگه میدونیم فردا قراره چی سرمون بیاد؟ نه. شاید همینجا قش کردم افتادم. شاید یه تیر بخوره تو قلبم. یه چه میدونم، شاید توی مغزم یه بمب آماده ترکیدن باشه. این حرفا رو نزن. گفتم شاید. ممکنه بشه، ممکنم نشه. گفتم شاید. باشه، پس من برم آشپزخونه حلوا درست کنم. برای تو هم یه بشقاب گذاشتم. باشه، بخور. میخورم. تا بعد. تا بعد. اینا دیگه چی هست؟ میتونی درش بیاری دکتر؟ جواب سوالمو بده. گفتم اینا دیگه چی هست؟ الماس آقای دکتر. گفتن همشو بخور. تو منو قاطی چه کاری کردی؟ فکر میکنی شریک همچین کسافتکاری میشم؟ شریک شدیم دیگه دکتر. راه فرار مرارم نداریم. اگه تو این کارو نکنی اونا شکمشو پاره میکنن. اگر رای دیگه ای داشتم پیش تو نمی اومدم. مجبور شدم. کمکم کنین آقای دکتر. تو رو خدا کمکم کنین. این در باز شد خانم دکتر. تو حواست به اینجا باشه. تنفسش چطوریه؟ خوبه، اما رو قفسه سینه‌اش خیلی خون جمع شده. بازم تامپون رو انجام بدیم. تامپون نمیشه، فضای کافی برای این کار نداریم. هرچی زخمش رو فشار میدیم خون بیشتری در میاد. ایلول، چون اون میله آهنی داره مثل تامپون عمل میکنه، مانع خون ریزی میشه، اما زیاد دووم نمیاره. باید فوری ببریمش بیمارستان. اول باید دستگاه مکش رو کار بذاریم. ممکنه تو خون خودش خفه بشه. اینجا چطوری این کارو بکنی؟ تلاشمو میکنم. پس بیا اینجا. اینو بردار. تنظیف. انبور، الان یکم درد میکشی، اما تحمل کن، باشه؟ آروم باش، الان تموم میشه. دستگاه مکشو بده، دستگاه مکشو بده. اونو پایین تر از سطح بیمار قرار بده. آروم باش، تموم شد، تموم شد.
بچه داری خانم دکتر؟ نه. باید داشته باشی. برای چی؟ چون تو این دنیا آدمای مثل تو باید زیاد باشن. مثل تو قوی، کسی که تسلیم نمیشه. از این آدم ها باید زیاد باشن. تو هم همینطور دکتر. شنیدی؟ شنیدم. گاز استریل بده. کسی که برام ارزشمنده الان تو بیمارستان منتظره. وقتی نجاتم دادین میرم پیشش. قول دادی دکتر ما رو به هم برسونین. باش آروم آروم دهنتو باز کن. باز کن. مشکلش چیه؟ 28 سالشه. 40 هفته از حامله است. تصادف کرده. با یه کامیون تصادف کرده. به سرش ضربه خورده. گردنش هم آسیب دیده. فکر کنم وقت زایمانشه. چند ساعت بدنش اینجوری سفت شده؟ 5 دقیقه. صمد بگو دکتر زنان زایمان حاضر باشه. شعله خانم شما بگین که خیلی استرس. چشم دکتر. صمد ببین منو حواست کجاست؟ من عصبی نکن. کمال. باشه. کمالمو نجات بدی. خواهش میکنم، التماس میکنم. شوهرمو نجات بدین. شوهرش هم تو ماشین بوده. هنوز درش نیوردن. همه چی درست میشه، نگران نباش. خواهش میکنم آقای دکتر. زود ببرینش داخل. سریع اما با دقت. ببرینش تا کنار تخت. خوبه، دقیق نمیدونیم چه آسیبی دیده، برای همین آروم میذاریمش روی تخت. حاضرین؟ یه لحظه وایسین. خوبه. 1 2 3 برو. آفرین. زود باشین بران کارده از اینجا ببرین. زود باش. بدو بدو بدو. سمت سونوگرافی رو بیار. چشم دکتر. بدو. میشه یکم کمکمون کنی؟ باید بچه تو کنترل کنیم. دکتر زایمان کجاست؟ خانم پرستار دوباره به دکتر زایمان خبر. چشم دکتر. بفرمایید دکتر. بعد از اینکه بچه رو چک کردیم باید نگاهی به گردنش بندازیم. بچه‌م چطوره؟ بچه کاملا خوبه، هیچ مشکلی نداره. خیلی خوبه. بلایی سرش نیامده، خواهش میکنم بگی. ضربان قلبش کاملا نرماله. حالش خوبه. صبح یه دل درد خفیف داشتم. کمال اصرار کرد بریم بیمارستان، اما من اونو به زور بردم خرید. به خاطر من این اتفاق افتاد. تقصیر من بود. ببین سینم، برای اولین و آخرین بار میگم لطفاً اینو از سرت بیرون کن. نمیدونستی که قرار تصادف بشه، اینقدر خودتو مقصر ندون. الانم تنها کاری که باید بکنی اینه که زن قوی باشی. هیچی برات مهم نباشه، فقط به دختر خوشگلت فکر کن. فهمیدی؟ خوبه. حالا اگه اجازه بدی میخوام یه نگاه به این خانم کوچولو بندازم. صمد بعد از کنترل بیمار ببر اتاق نظارت. چشم دکتر. دوبله شده در استدیو جم. وقتمون خیلی کمه، باید هرچه زودتر ببریمش بیمارستان. از جرثقیل برای دروردن ماشین استفاده کنم؟ نمیشه، ممکنه بدنش تیکه تیکه بشه. لاپارتو میکنیم، تیکه هایی که مونده رو از هم جدا کنی. فضا نداریم، اونجوری خون زیادی از دست میده. ما هم اینجا خون نداریم، اینجا اتاق عمل نیست. فکر کنم بهتر باشه آرتش و بالون بزنیم، اینطوری زمانم به دست میاریم. فکر خوبیه، اما این نهایت 5 تا 10 دقیقه به ما زمان میده. از اینجا تا بیمارستان نیم ساعت راهه، بیمار طاقت نمیاره. دکتر من میگم ماشینو ببریم، لااقل یه شانسه. خدام بزرگه. یه کاری بکن علیاسه. میخوام بکنم، میخوام، اما به همه چی فکر کردیم. دکتر پس من وسایل برش رو آماده میکنم.
خب در مورد چی حرف زدین؟ کی میام بیرون؟ یکم دیگه ماشینو میبرن و درت میارن. میخوام پرنسسمو ببینم، چیز دیگه ای نمیخوام. دو هفته منو زنده نگه دار دکتر، بعد منو برگردون همینجا که هستم. دکتر ما حاضریم شروع کنیم. وایسا برین کنار. یه راه هست که زودتر به اتاق عمل برسیم. چطوری؟ به هم اعتماد کن. خب همه تون گوش کنین آقایون. چی شده؟ الان یادت افتاد زنگ بزنی؟ چرا زنگ زدی؟ اصلاً نمیخواد بیای. بعد از مردنش دیگه ارزشی نداره. دیگه خیلی دیره. شنیدی؟ خیلی دیر.